سرخط خبرها کمین مرگبار حزب برای تیپ گلانی اسرائیل در جنوب لبنان حمله جنگنده های اسرائیل به زینبیه دمشق آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای در چارچوب توافقات قبلی و گزارش یک رسانه ای آمریکایی در مورد آتشبس لبنان هدیه مقامات اسرائیل برای دونالد ترامپ. سلام به این بثی خبری از کانال شیپور خوش آمدید. کمین مرگبار نیروهای مقاومت حزب الله لبنان منجر به کشته و زخمی شدن 17 نظامی از تیپ گولانی ارتش اسرائیل شد. نیروهای حزب الله در ضربه بزرگ و سخت برای ارتش اسرائیل شش نفر از نیروهای گردان 51 تیپ گولانی ارتش اسرائیل را پس از گرفتار شدن در کمین حزب الله در داخل یک ساختمان در جنوب لبنان کشته و 11 ارتشی را زخمی کردند. رادیوی ارتش اسرائیل هم گزارش داد که عملیات انتقال اجساد و مجروحان زیر آتش حزب‌الله سه ساعت طول کشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار لوگوی تیپ گلانی و درج شکلک قلب شکسته به کمین مرگبار حزب برای نظامیان این تیپ و کشته شدن شش نفر از آنها در نبردهای جنوب لبنان واکنش نشان داد. رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داد این حادثه مرگبار در بخش غربی جبهه جنوب لبنان اتفاق افتاد و به محض ورود نظامیان اسرائیل به داخل یک ساختمان چهار نفر از نیروهای حزب الله به سوی آنها تیراندازی کرده و سپس ساختمان را با موشک ضد زره هدف قرار دادند در همین حال رسانه های اسرائیل از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال اسرائیل خبر دادند و ارتش تلاویو نیز اعلام کرد ده موشک از لبنان به سمت الجلیل علیا شلیک شده است این در حالی است که حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد که در راستای یاری مردم غزه و دفاع از لبنان و ملت آن رزمندگان مقاومت مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در شهرک سسه کردم. وزیر امور خارجه میگوید جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکرات هستی و همکاری در چارچوب توافقات قبلی با آژانس است سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از نشست با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت گفتگوهای خوب و سازندهای صورت گرفت و مسیر همکاری های ایران و آژانس را در یک سال آینده که سال خطیری در موضوع هستی ایران است روشن کردیم عراقچی بیان کرد قطنامه ها نه تنها کمکی به حال موضوع نکرده بلکه باعث پیچیده تر شدن مسائل و حتی نگرانی های بیشتر برای صاحبان این قطنامه ها شده است. وی تاکید کرد تقابل برای هیچ طرفی مفید نیست و باید مسیر همکاری اتخاذ شود و ما آماده همکاری هستیم. در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب پادمان تعاملات پیوسته و برقرار است. وی ادامه داد تماس ها و رفت آمد های بین ما و شخص گروسی همواره تماس ها و گفتگوهای سازنده بوده است و در این سفر هم گفتگوهای سازنده را با گروسی داشته ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت مکررا اعلام کردیم که هرگونه گونه قطنامه مداخله جویانه در امور هستی ایران حتما با اقدامات بلادرنگ مواجه خواهد شد و اجازه نخواهیم داد سالهاست متوجه شدن که ما تاثیرپذیری از این فشارها نخواهیم داشت صدور قطنامه برای جمهوری اسلامی ایران این حق را ایجاد خواهد کرد که ما اقدامات متقابل را داشته باشیم منابع سوری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در آسمان دمشق و حمله مجدد اسرائیل به سوریه خبر دادند جنگندههای اسرائیلی حمله هوایی به برخی مناطق در حومه جنوبی دمشق انجام داده و همچنین چند موشک از فراز جولان شلیک کردند طبق اطلاعات دریافتی موشک های اسرائیلی به منطقه سید زینب و هومه آن در جنوب دمشق اصابت کرده است همزمان خبرگزاری رسمی سوریه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف پایتخت سوریه خبر داد و اعلام کرد که دلیل این انفجار در دست بررسی است ساعتی قبل نیز رسانه های سوری از مقابله پدافند سوریه با اهداف متخاسم بر فراز شهر حمس سوریه خبر داده بود این در حالی است که روز گذشته نیز های سوری از مقابله پدافند هوایی این کشور با اهداف متخاصم در حومه جنوبی غربی هومس خبر دادند. تجاوزهای هوایی اسرائیل به سوریه در حالی است که دولت دمشق بارها با ارسال نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت این حملات را محکوم کرده و توقف آن را خواستار شده است. واشنگتن پست به نقل از یکی از وزرای نزدیک به نخست وزیر اسرائیل گزارش داده که او در دیدار با داماد ترام آتش بس با لبنان را هدیه برای دولت جدید ترام خوانده است. واشنگتن پست به نقل از مقام های اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل تلاش ها برای ایجاد آتش در لبنان را به عنوان هدیه زود هنگام سیاست خارجی به دولت جدید ترام پیش میبرد. یک مقام اسرائیلی ناشناس به واشنگتن پست گفت که این درک وجود دارد که اسرائیل چیزی به ترام هدیه خواهد کرد که در ماه ژانویه تفاهمی درباره لبنان وجود خواهد داشت این گزارش ها بعد از آن منتشر شده که گزارش شد وزیر امور راهبردی اسرائیل راندرمر روز یکشنبه با دونالد ترامپ در امارات او در فلوریدا دیدار کرد پیش در آکسیوس گزارش داده بود که هدف از این ملاقات ارسال پیام ها درباره برنامه های اسرائیل برای غزه لبنان و ایران طی دو ماه آینده است. درمر همچنین با داماد ترام و مشاور ارشد او جرد کوشنر دیدار کرد که قرار نیست در دولت جدید ترام نقشی داشته باشد. خبرنگار اسرائیلی گای الستر در پیامی در ایکس اعلام کرد که وزیر درمرک از متحدان اصلی نتانیاهو از با کوشنر دیدار کرد و گفت اسرائیل در تلاش برای آتش بس در لبنان به عنوان هدیه برای ترامپ است هوکشتاین به خبرنگاران حاضر در کاخ سفید گفت که تلاش برای تضمین آتش بس بین اسرائیل و حزب در آینده نزدیک وجود دارد و او درباره چشم اندازه چنین توافقی امیدوار است. ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.